خودتون چطوره؟ عالی. حال من چطوره؟ عالی. حال خندمونی ای تو خونه چطوره؟ عالی. حال همه خوبه، بس خیلی همه چی عالیه، خیلی خوشحالم، خدا رو شکر همه خوبین. مسابقه پیامکی بد نبود، خیلی خوب. به 3500 هر شب میتونید جواب سوالی که میگیم رو ارسال بکنید. بین جوابهای درستی که ارسال شده قرعه کشی میشه، یک نفر انتخاب میشه که 500,000 تومان جایزه میگیره، اون تا آخر هفته ها اعلام میشه کل برنده های هفته رو. گله 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 گله. سوال اینه که جنین انسان از چند هفتگی خواب میبیند؟ 1 هفته هفتگی، 2 5 هفتگی. به 3500 ارسال کن. حالا چطوره؟ مرسی، ممنونم. اینجا چیکار میکنی؟ مگه اولین بار منو میبینی؟ میام دیگه. آره، قیافت آشناس برام. جدی؟ چه خبر؟ کاریست که شده. به 3500 ارسال بکنید. سوال این بود، جنین انسان از چند هفتگی خواب میبیند؟ گزینه 1 17 هفتگی. 17 چند سخته؟ 17 هفتگی. 17 هفتگی. 17 هفتگی. تو خواب میمونه. 2 5 هفتگی. 17 هفتگی. 17 هفتگی. جونم چه خبر؟ اوضاع چطوره؟ پزس سینشین سات سات تازه این رای کافلا بیمونو وافهیه حرف پتسه جیم جهه خدال زارزه به چگاه میگونی؟ دارم تمرین میکنم جمله سازیم خوب شه. بگو. عرف به پیتسه جیم جهه خدار داره زه سینشین سات سات تازه این غیر کافلا نون وافه هیه یه عرف به پیتسه جیم جهه خدار داره زه سینشین سات سات. بله. خب باشه، ادامه بده. شما اینجا اومدین یه لحظه که من دیدید یه فراری کردین، یعنی من بو میدم این فراری کردین؟ نه اینجوری همچین. نه نه جا خوردم. پس زدین منو. نه 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 اصلا جا خوردم. آقای جوان منو آقای چلو شده ای بای نشسته بودیم مثل آقا ها. باشه، با سوال هم میکنم. بگو. فرقی نمیکنه. بفرمی. الان بشینم بیازارم؟ نه بفرمی. بیام جلو آزار دارم. موتورت روشن شد. خب بگو. نه روشن نیست، خاموشه. بعد هولم بریم تو سرازیری تا روشن. دیه. سرازیری نداری اینجا که؟ اونجا میبرم. برگرد سرازیری. خیلی باید برگردونیم. اونجا حالت خوبه. آقا خیلی چقدر معنا داره. خیلی چقدر معنا داره. چقدر یواش حرف میزنی. بولم بگم؟ آره خب بقیه نمیشه. خیلی چقدر معنا داره. چه معنایی داره؟ خیلی معنای قشنگ و نهان خیلی داره. مثلا همه آقای جوان این طفلکا بی پشت و پناه موندن. خیلی حرف گناه نداره؟ چرا؟ همه توجه به جمله است، به کلمه است، حرف هم بالاخره یه بار معنایی داره. مجموعه ترکیبی از حروف تبدیل میشن به کلمه، ترکیبی از کلمات تبدیل میشن به جمله و آره دیگه معنا پیدا میکنن. البته کلمات هم معنا دارن. چطور مگر اینجوری نیستش که مثلا شما فکر کنین کلمه مثلا چی شده؟ لیچی ادام بده. مثلا ت خب ت دو نقطه خب قشنگتر، یا مثلا باز افتادی به قشنگتره. قشنگتره ت دو نقطه همش تو کلت قشنگتر است. قشنگتر است قشنگتره یا ت دو نقطه خالی تک باشه گوشه شیکتر هم هست خلاصه تر هم هست، یا مثلا این قشنگتر یا خندوانه کامل؟ خب این یه به هر حال یه فرمه دیگه، به تنهایی نمیتونه معنی بده. آقای جان من خواهش میکنم برای حروف، برای حرف ارزش قائل شیم. بذار تو واژگان ادبیمون برای حرف ارزش قائل شیم. ارزش قائل شیم. حرف گناه داره، حرف تفلیه، افتاده گوشه ای. کی به حروف بی احترامی کرده؟ بی احترامی داره میشه دیگه. تنها چرا اونا رو استفاده نمیکنیم؟ همش خاطر چی بگیم؟ بگیم ب. بی ب قشنگه. ج ر ف س. ببینید گاف لام دیگه. همین دیگه. به حروف احترام بذاریم، فقط از حروف استفاده کنیم. بله بیاییم واژگانمون تغییر بدیم. نمیشه، قانون گذاری شده، تموم شده، رفته. چرا؟ این یک عرفه، این یک چیز جا افتاده است دیگه. تو نمیتونی معنی کلمات رو عوض بکنی. بریم بخش بعد. آره بریم بخش بعد. به نظرم تو دیگه واقعا داری مشاعرت آسیب میبینی. خیلی هم خوبه مشاعرم. هرچه وقتی اینجوری میکنم نکن آقا باش. من خانوم هم مگه آقام دیگه؟ نه آقایی. نه آقایی شو بود. ببخش خودم میبرم پرتش میکنم بیرون. بریم بیایم. Don't stop, I know the blocks are true.
مسابقه داخل استادیوم میخوایم برگزار بکنیم. جایزش رو از یک و یک تقدیمتون میکنم. نفر اول یک کارت هدیه 100,000 تومانی به علاوه 200,000 تومان بون خرید از فروشگاه وال مارکت میکنه که یک فروشگاه غذاییه که محصولات یک و یک هم داره، فقط یک و یک نیست، بقیه محصولات هم هست. نه و 200,000 تومان میشه 300,000. نفر دوم 100,000 تومان کارت هدیه و 100,000 تومان بون خرید از فروشگاه وال مارکت میشه 200,000 تومان. مسابقه داخل استودیو شماره 34 بچه خادمیان. 1 2 3 500 بالاتر، 700 بالاتر، 800 بالاتر، 900 بالاتر، 950 بالاتر، 970 بالاتر، 980 بالاتر، 990 بالاتر، 991 بالاتر، 995 بله، 76 محمد علی فاضل. 1 2 3 500 پایین‌تر، 300 بالاتر، 400 بالاتر، 450 پایین‌تر، 440 پایین‌تر، 444 بالا پایین‌تر، 442 پایین‌تر، 420 بالاتر، 421 بالاتر، 422 بالاتر، 400 ای بابا 23 بود، 423 بود، فقط یه دونه که دارم برقرار. 3 1 2 3 500 بالاتر، 600 بالاتر، 700 بالاتر، 800 بالاتر، 900 بله، 59 بالای 500 بله، بالای 700 بله، بالای 900 پایین‌تر، بالای 800 بله دیگه بله، بالای 870 بله، 875 بالاتر، 879 بله، 92 شیره. 1 2 3 بالای 500 بله، بالای 700 پایین‌تر، 650 بالای 650 بله، بالای 670 پایین‌تر، 665 پایین‌تر، 663 پایین‌تر، ای بابا 662 دیگه، 661 بله، شماره 35 شیره، بالای 500 پایین‌تر، بالای 250 پایین‌تر، بالای 150 پایین‌تر، بالای 100 پایین‌تر، 50 پایین‌تر، 10 پایین‌تر، 8 پایین‌تر، 5 شمارش معکوس، پایین‌تر، 4 پایین‌تر، 1 بالاتر، 2 بالاتر، وای 3 بود، 33 1 2 3 500 بالاتر، 650 بالاتر، 750 بالاتر، 900 پایین‌تر، 835 بالاتر، 860 پایین‌تر، 855 پایین‌تر، 850 بالاتر، 851 بله، 58 شیره. حالا 500 بالاتر، 600 پایین‌تر، 550 پایین‌تر، 530 پایین‌تر، 520 پایین‌تر، 519 بله. حالا اول نفر شما تشریف بیارید اینجا. آماده؟ 1 2 3 دوباره اجازه بدیم سراغتون، یعنی دفعه دوم سوخت خوش اینجا محله اون سر پیش که یه دونه میشه یه بار چه تندیه دوبار متشکرم. 500 همشی بابا متشکرم. تو دیگه انداخته دیگه گیر میکنه دیگه. اوه یه بار متشکرم. 1 2 3 برو بابا. یه بار چرخشه.
متشکرم. خوبه اینک نیا بردین اینجا، اگه می آوردین که آروم بیده. شما تا اینجا ها میتونین بیاین، من همونجا میسازم که دیگه موچتون رو یه بار بعد متشکرم. یک دو سه بلش بده بالا داشت. بابا این کار هست اصلا، این کاره که اصلا بچه هیچ کاری کنی خراب کنه دیگه، بعضشه آقا. آقا جوان خوش شدن میتونین به شکل تاکسی در میدن اومدن. آقا جوان آقا بسته دیگه، شروع شده رو بردید دیگه آقا. الان قهرمان این رشته میشه، میاد تو تیم من دیگه، گینس رکورد و یه صدا بده دیگه کیف کنیم، نکنه لامپ قطعه کن. آقا جایزه رو میدیم لطفا بذاری وقت برنامه رو داریم میگیریم. آقا جایزه شون رو بیارید لطفا، جایزه همه رو بدیم بهشون. اصلا نمیخوره به جایزه، میتونی این قدر باریکلا الان هولش هم بدیم خراب نمیشه اینجوری با ایستاده جدی. میزان تمرکزش فوق العاده است. یه عکس بشه با هم بگیریم بعدش. باریکلا باریکلا آقا همه رو آقا دوپینگی ها نیشو، دوپینگشو مثبته. مبارکی، خیلی مبارکی، خیلی مبارکی. مشتم از ترکوند بریم بیان. سلام بفرمایید. سلام بفرمایید. سلام بفرمایید. سلام 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 بفرمایید. سلام 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 بفرمایید. سلام بفرم. سلام. مرسی ممنون. مخلص آقا. گوشی خدمت رو بشه. یاد داشت بفرمی؟ مخلص آقا. مخلص آقا. خوبی. سلامت داشتیم. چه خبر؟ سلامتی. شما خوبی؟ خوش اومد. این چه شغلیه؟ بلا پاسخگویی 118. آه 118. 118. سلام بفرم. ببخشید. بگو. مرسی. خواهش میکنم. خدا نگه. روزی چند بار میگی سلام بفرمی؟ بله بستگی به فصل ها ماهاش داره. ما تو فصل های تابستون معمولا بین 800 تا 900 بار سلام بفرمی تکرار میکنیم و ثوابش هم زیاده. در ماهای ببخشید. سلام بفرمی. مرسی ممنون. این همه سلام بفرمایید، مثلا خونم که میری همش میگی سلام بفرمایید. دیگه زنگ خونم هم که صداش در بیاد میگیم سلام بفرمایید. طبق عادت ما سلام بفرمایید. سلام. ای بابا 121 رو بگیرید. چرا این شغل رو انتخاب کرد؟ عاشق این بودی یه گوشی برداری بگید سلام بفرمایید. سلام بفرمایید. سلام. و اینکه مثلا شده یکی زنگ میزنه شما رو بخواد یهو بشناسیش؟ بله. سلام بفرم. بعد یه روز من در حال کار کردن بودم، یک آقای اومد رو خط من عدد و سلام بفرم. اجازه نمیدن. سلام. مرسی. به نام ثبت نشد. اومد رو خط من پرسید که شمارش رو گرفت و رفت، گفت یکی از آشنایی من اونجا کار میکنه. بودم اسمش که آقای فلانی. گفتم شما چیش میشین؟ گفت من پسرخاله شم. پسرخاله خود من بود که اتفاقی افتاد رو خط من. سلام بفرم.
تون تون میگم خندوانه رو دیدی؟ خندوانه هم دیدم آقای دوست داشتی؟ بله آقای جوان دوست داشتم. خب مخصوص زمانی که چی؟ مثل آقای رستمی دوستانش بیان یه پاتریاتی تعریف میکنن. ساعت کاریتون چند تا چند؟ ساعت کاری ما 14:40 تا 22 یا به عبارت 2:40 دقیقه تا 10 شب. پس کی میبینی؟ تکرارش رو معمولا میبینی. چقدر اهل خنده و شوخی و اینا هست؟ خیلی. ما اینجا کارمون اینه که اگه بخواد الو ببخش. سلام. معمولا کارمون چون شرایطش یه جوری که یعنی بیشتر به اعصاب ما هست، معمولا من شوخی و خنده رو بیشتر ترجیح میدم تا محیط کار شاد و خوبی برای به همکاران داشته باشه. خیلی عالیه، خیلی عالیه. اینایی که زنگ میزنم میشه مثلا یه چیزی با مزه بگم یا گفته باشم؟ بله معمولا میگن توشی. شما حوصله‌تون سر میره میخواید یه ذره استراحت کنید چیکار کنید؟ خب بچه‌ها شوخی و خنده بیرونم چای میخوریم و آخه چجوری وقت میکنی؟ هی همش داری سلام بفرمایی چجوری شوخی و سلام بفرمایی؟ مرسی من همش که داری میگی سلام بفرمایی چه که شوخی میکنی؟ ما در دوال 1:45 الا 2 ساعت 20 دقیقه آزادیم. شما میذاریم میریم بریم چایمونو میخوریم. اتفاقا دست جمعی هم میریم، یعنی 10 نفر الا 12 میشینیم اونجا، هم خنده هامون هم غذامون هم چایمون رو میخوریم، دوباره میام اینجا. یه وقت خطا و خلوت کسی واسه زنگ نمیزنه، شوخی های با هم داریم که اونم جهت اینه که کار رو شاد و شادی باشه. سلام بفهمم. سلام بفهمم. عجیب ترین شماره ای که تا لذت خواستن چی بوده؟ شماره کره ما. سلام بفهمم. باقی گوشی یک خانومی که یه خانومی بود که به کره ما سفر کرده بود، انوشه هست. آره. خب همون زمان چند تا مشترک شماره کره ما رو ما می‌خواستن که ایشون هم تشریف ببره. شما پنج تا صفر رو بهشون گفتیم. خیلی من آقا برس جواب بده، هر کاری باید بکنی. سلام بفرم. سلام بفرم. خیلی لطف کردی. خواهش میکنم. واقعا کارتون سخته. سلامت. دمتون گرم. سلامت. امیدوارم که با این همه شغل سخت اینا ولی حالتون خوب باشه و بگین و بخندین و همینا. شما زنده باشین. ان شاء الله برنامه‌های آیه جوان و خندمانه رو ما بیشتر ببینیم. شماره رامبد داری اینجا؟ شماره شو نداریم، ازش خواهش میکنیم به ما بده، بدیم به ملت یاد بده. کسی زنگ میزنه یه شماره مثلا رامبد جان؟ بله بله. معمولا فوتبالیستا و نشار ما از ما بیشتر. سلام بفرمایید. سلام بفرمایید. لطف کردین. خدا. خدا. ها چی؟ جان اگه تموش. نه مثلا شماره شون داشته باشیم میدین. اگه خودشون بخوام میدین. خودشون بخوام یعنی خود صاحب شماره. شمارشون چه گذاشته باشه؟ خودشون تو هست چیزی که ما تو سیستم موجود داریم به مردم. خیلی لطف کردید. خواهش می‌کنم. قربونت. سلامت باشین. سلام بفرمایید. سلام. سلام بفرمایید. سلام بفرمایید. سلام بفرمایید. همه ما تو زندگیمون باید یه چیزایی رو یاد بگیریم. حالا این چیزا به درد راه رفتنمون میخورن، به درد غذا خوردنمون میخورن، به درد روابطمون میخورن، به درد آیندهمون میخورن، به درد همون لحظهمون میخورن، معلوم نیست. ولی همه ما باید یه چیزایی رو یاد بگیریم و همه ما باید برای خودمون یه کارایی بکنیم که حالمون خوب باشه. بعضی وقتا نمیتونیم، ایرادی هم نداره، قرار هم نیست خودمون رو دعوا بکنیم و اینجور موقع باید چی کار کنیم؟ بریم سراغ یک کسی که خیلی خوب بلده که باید چی کار کنیم راجبه یه چیزایی. به خاطر اینکه اینجور آدم ها تمام عمر و زندگی و وقت و انرژی و انگیزه و همه چیشون رو گذاشتن برای یاد گرفتن و بعد یاد دادن اون چیزا. و به نظر من کسایی که باعث میشن دیگران به هر نحوی حالشون خوب بشه خیلی قابل احترامن. مهمان این بار خندوانه ما کسیه که سالیان سال زحمت کشیده تا به تخصصی برسه که این تخصص رو در اختیار دیگران بذاره.
و این تخصص باعث سلامتی دیگران میشه. و اجازه بدید دعوت بکنم از سرکار خانم دکتر لعبت گرانپایه. خیلی ممنونم که تشریف آوردید. طاعات و عباداتتون قبول باشه. متشکرم. و بفرمایید که فرزند چند تا دارید؟ یه دونه. بح. اسمش حدس میزنم ملیکاست. بله. چقدر من باهوشم. ملیکا اینجاست. بله. و ملیکا الان در یک جایی نشسته که من میبینمش. از من خواسته که باهاش کاری نداشته باشه. گفتم نمی خواهی حرف بزن. گفت نه. ولی من به این چیزا گوش نمیدم. خب الان فعلا کاری ندارم ملیکا خانم. عرض کنم خدمتتون که چقدر میخندین در طول شبانه روز؟ معمولا همیشه من میخندم. راست میگین؟ چقدر عالی. شده تو اتاق عمل خندتون بگیره؟ زیاد. چرا بگیم بهمون؟ یکیشو بگیم. گاهی اوقات یه اتفاقاتی پیش میاد که مثلا ما یه وسیله رو میخواییم، بعد تکنسیانایی که هستن گاهی اوقات یا تازه واردن یا مثلا متوجه نشدن ما چی میخواییم، یه چیز دیگر رو جابجا میدن. یا مثلا یه بار یادم هست که برای یه بیماری ما میخواستیم برای ترمیم هرنیشون فتقشون مش استفاده بکنیم. اتاق عملم چون گرم هست پنکه استفاده میشه، همچی که اینو باز کردن گذاشتن باد پنکه اینو انداخت و خلاصه خندیدین؟ خندیدین. چرا همچی شد؟ دقیقا. خب این مریض تموم شد، یکی دیگه بیاریم. این چیه؟ این چه قانونیه؟ میگین مثلا پنس جراح سرشو بالا نمیاره هیچ وقت؟ نه چرا؟ اون فیلمیه یه مقدار که طرف همجی سیخ فقط وایساده داره عمل. همدیگر هم نگاه میکنیم؟ بله. ممکنه وقتی یکی جوک تعریف کنه در حین جراحی؟ اصلا همیشه تعریف میکنیم. ای بابا بچه چه خوش میگذره تو اتاق عمل. چیز کاش پزشک میشد میرفت جراح میشد تو اتاق عمل، خیلی خوش میگذره. علتشو میدونین چرا؟ بگیم بهمون. یه وقتایی سر یه عملایی هست که خیلی طولانیه، مثلا شما در نظر بگیرید سرطان های سیستم گوارشی، گاهی اوقات مثلا من شده که سر یه عملی 7-8 ساعت بودم. بعد توی همچین شرایطی آدم از نظر روحیه و جسمی و بدنی کسل میشه، خسته میشه. بعد شروع میکنن بچه یکی یکی جوک تعریف کردن یا مثلا یه ماجرای خندداری رو تعریف کردن. و همون یه دفعه باعث میشه که دوباره ما صفر بشیم، از اول دوباره شروع بکنیم. واقعا این تأثیر رو داره. دقیقا. من خودم شخصا خیلی سر عملا یه تیکه های باوزه یا یه تجربیات خوبی رو که تو طرح داشتم، جاهای مختلف داشتم تعریف میکنم، یهو همه میخندن، یه دفعه اصلا جو اتاق عمل عوض میشه. الان میتونیم تعریف کنیم؟ ما الان همه فکر کنیم تو اتاق عمل. خب مواظب باشیم چیزی که تن مریض جا نذاره. نمیدونم چون چرا شکافتم فقط. خب یه زهره از باز همه هرکی هر که دلش میخواد بکنه بفرده. خب میدش با من. خب بگی. البته هیچ من قصد جسارت به هیچ گروه و ملیتی ندارم، ولی تو یکی از داستانایی که تعریف کرده بودم یه بار خیلی همه خندیدن. طرح یه ماه رفته بودم تو یکی از مناطق جنوبی، بعد یه بنده خدایی در حال بنایی همونطور که کلنگو بلند کرده بود بزنه، بلند که برگردونده بود، این سر تیزش خورده بود رو سر خودش. بعد این بنده خدا بالای سرش هم مو نداشت. من دکتر بیشتر از بقیه میکنم. صحنه شو خیلی هر دفعه میگین همینقدر میخندین. خب بعد بهش گفتم که پدر جان این کلنگه خاکی بود، چون میخواستم براش از نظر واکسن کزاز و پیشگیری هایی که لازم بود. بعد بند خدا فکر کرد که منظورم اینه که جنس کلنگ خاکی، گفت نه بوم آهنی بید.
خلاصه خیلی جالب بود برای من، یعنی در این حال نشون میده که چقدر گویش ها یا فرهنگ ها وقتی که متفاوت هست یه سوال خیلی ساده ممکنه که تعبیر دیگه ای بشه. تعبیر دیگه ای خیلی درسته. طولانی ترین ساعتی که تو اتاق عمل بودین چقدر بوده؟ طولانی ترین جراحی که کردی؟ جراحی 10 ساعت. 10 ساعت. یه آقای جوونی بود که با موتور با یه وانت تصادف کرده بود و در شرایط کما و کاهش سطح هوشیاری، هم مغز ضربه مغزی بود چون تو کما بود و همین که داخل شکم پاشم که شکسته بود. 3 تا تیم همزمان داشتیم مریض رو عمل میکردیم. یادم هست اتفاقا اون موقع ماه رمضان بود، من فقط افطار کرده بودم و رفتیم سر عمل. اینجور بهتون بگم که برای نماز صبح که قضا نشه هر کدومون 2 دقیقه 2 دقیقه از سر عمل آف می شدیم، می رفتیم نمازمون رو می خوندیم برمی گشتیم و هممون هم بدون سحر روزه شدیم. یعنی در واقع 2 تا روزه پشت سر. تمام مدت هم تو اتاق عمل بودیم؟ تمام مدت سر عمل بودیم، سر پا و داشتیم نماز سر پا و داشتیم سر این عمل بودیم. بعد انتهای عمل مریض خوب شرایط عمومی خوبی نداشت، از نظر هوشیاری هم خوب نبود. یه چیزی حدود 1 ماه ما ایشون رو تو آی سی یو نگه داشتیم با در واقع اقدامات خیلی سنگینی. بعد از تازه شاید بگم یه چیزی حدود 20-25 روز هوشیاریش برگشت. تو این فاصله از طریق روزنامه ها عکسشو که انداختن خانوادهش متوجه شدن که کی هست و اومدن اونجا. و خیلی جالبه که ما متوجه شدیم که همون شب که این با عجله داشته میرفته خانومش در حال زایمان بوده و خدا بهش یه دختر داده بود. و خب به نوعی من مطمئن هستم که خدا به اون بچه رحم کرد و لطف کرد و ما هم خب به هر حال تلاشمون رو کردیم و بعد نهایتا الحمدلله با پای خودش مرخص شد، پاشم حفظ شد خدا رو. یه بیماری رو بهش میگن بیهوشی، بهش میگه که موقعی که داری بیهوش میشی من یواش یواش کوچیک میشم، تو دیگه وقتی که من محو شدم بیهوش شدی، بعد عملت انجام میشه، بعد یواش یواش دوباره بزرگ میشم بزرگ میشم، وقتی به اندازه خودم رسیدم یعنی دیگه تو به هوش اومدی و بیدار شدی. بعد همین ماجرا انجام میشه، این میبینه هی داره بزرگ میشه، بازم داره بزرگتر میشه. بهش میگه که پس چی شد، چرا انقدر آقای دکتر داری بزرگ میشه؟ میگه من دیگه اسرائیلم، من بیهوش. خیلی جا خانم دکتر شما آشپزیتون چطوره؟ اگه تعریف از خود نباشه عالی. عالیه؟ چقدر خوب. آشپزی رو دوست دارین؟ خیلی با لذت آشپزی. چرا؟ مثل جراحی به نظرم هنره آشپزی. آره. و هر چقدر آدم تو این هنر جلوتر میره و با عشق برای دیگه اونایی که دعوت کرده و دوستشون داره غذا رو میپزه و اونو با لذت میخورن، یه لذت خیلی خاصی با آدم میده. خیلی درسته. واقعا واقعا آشپزی کردن ابراز عشق کردن به دیگران. بله بله. نه؟ بله. گوشت پاک میکنین؟ بله. بعد گوشت گفاییم یاد جرمان میفتی؟ قشنگ در مسیر آناتومیش کار. همینو میخوام بگم. آره شما کاملا دیگه بافتا رو میشناسین. آره درسته، از استخون دقیقا. آره دقیقا. شده موقع جراحی هم یاد گوشت پاک کردن میفتی؟ نشده. از چه کلمه خوشتون میاد؟ محبت، یک رنگی، محبت، صداقت. و چه کلمه بدتون میاد؟ دو دوزه بازی، کلک، نیرنگ. کردین تا حالا؟ نه خوشبختم هیچ وقت. من یعنی اگر همیشه یعنی دور و بریام همه میدونن و خیلی اوقات دوران میگن تو به سبک اروپایی ها تعارف میکنی، یعنی یه دفعه میگی بفرمایید دیگه تموم میشه، ادامه نمیدی. ادامه نمیدی. یعنی من اگر واقعا به یه نفر یه تعارفی رو بکنم یعنی واقعا خواستم که اون کار انجام بشه. ولی مثل یه ماجرای بود توی یکی از برنامه‌هاتون که یه خانم دکتر خارجی بودن میگفتن مثلا طرف خسته و کوفته است میگه بفرمایین، من هیچ وقت همچین تعارفی رو نمی‌کنم. یعنی اگر واقعا بدونم که در شرایطی نیستم که بخوام یه کسی رو دعوت بکنم دعوت نمی‌کنم. و همم دیگه با این خلق و خوی من جایی میگین که واقعا مایل هستین و می‌خواین و می‌تونین. یا کسی رو میگم که باش رفت آمد می‌کنم که می‌خوام واقعا. بله خیلی هم درسته، یعنی صداقت. و مهم‌تر از همه همین که آدم با خودش صادق باشه. دقیقاً. با خودش تعارف نکنید. حالتون بد میشه چیکار میکنید؟ فیلم نگاه میکنم. چه جالب. پس فیلم نگاه میکنید؟ خیلی. من از اون فیلم بینای حرفه‌ای هستین؟ چه جالب. چه فیلمایی رو دوست دارین؟ و
بستگی داره که تو اون شرایط تلویزیون چی داشته باشه، یا بعضی سی دی ها رو مثلا بعضی از فیلمایی که سینما گذاشته و من معمولا فرصت نکردم ببینم. من فرصت نمی‌کنم به سینما ببینم. خیلی کم، خیلی کم. آخرین فیلمی که رفتم دیدم مثلا یادم نیست کی بوده. فکر کنم با ملیکا رفتیم تهران 1500 یا همچین چیزی. بله بله فیلم انیمیشن. بله بله فیلم آقای بهرام عظیمی بله فیرمان. بله بله. ولی خیلی از فیلمایی رو که به خاطر کارگرداناش یا به خاطر آیتمی که توش داشته دوست داشتم ببینم، سی دی شو میشینم نگاه میکنم، یا بعضی از سریالای خاص رو نگاه میکنم. کدوم بازیگر رو دوست داری؟ عرضم بازتون آقای پرستویی رو خیلی کارشون دوست دارم. مرحوم شکیبایی رو خیلی خیلی کارشون دوست داشتم. آیه عزت الله انتظامی. بیشتر هنرپیشه ها الحمدلله خیلی ماهر و خیلی هم قشنگ بازی میکنن و واقعا آدم لذت میبر از بازش. همینطوره. من از شما خواهش میکنم که شما برنامه ما رو دیدین دیگه؟ بله. 5 ثانیه لبخندتون رو لطفا به تماشاچی هدیه کنید. همیشه لبخند دارم میزنم. بله بله این متمرکز به لنز. 5 ثانیه رو براشون میشمریم. 1 2 3 5 یه رفت و برگشت کوتاه بکنیم و گفتگو و گپمون رو با سرکار خانم دکتر گرانپایی ادامه بدیم. بریم بیاییم. مشغول گپ زدن هستیم در خدمت سرکار خانم دکتر گرانپایی هستیم و الان یکی از دوستان اینجا یه نکته ای رو گفت، گفت من از مریضای خانم دکتر هستم. چه جالب. دوربین ببینتشون، میکروفون رو بدیم بهشون. سلام. سلام. عرض سلام دارم خدمتتون. سلام علیکم. حالتون خوبه؟ خسته نباشید. خانم دکتر چجوری روحیه‌شون؟ همیشه به مریضا روحیه میدن. خیلی عالیه. خانم دکتر وقتی آدم از پیششون برمیگرده آرامش میگیره. چه خوب. خیلی متشکرم. خدا رو شکر. زنده باد شما. خب خانم دکتر سوالای سخت سخت. نه اصلا هیچ چی سخت سخت نیست. ما اینجا هیچ کار سختی نمی‌کنیم. از برد جراحی فکر کنم سخت‌تره. نه بابا. نه. یا حضرت بلند برامون بخونین کلمات چی هن؟ آناناس، محمد رضا گلزار، خب، مترو، پارک ملت، دوچرخه، بستنی. شروع کنیم. تو مترو داشتم بستنی میخوردم، دیدم آقای محمد رضا گلزار داره با دوچرخه از اون کنار رد میشه. حالا چجوری تو تونل مترو؟ آره تو تونل چجوری این کارو میکرده؟ بعد دیدم که آناناس هم خریده، مشغوله که به یه نفر تعارف بکنه. از همون داخل واگن مترو براشون سلام کردم، دست تکون دادم، گفتم که اگر ممکنه شما با دوچرخه بیا ایستگاه پارک ملت، منم بیام اونجا همدیگر از نزدیک ببینیم. خیلی ممنون.
خانم دکتر، ما این سوال از همه مهمونامون من جدیدن دارم میپرسم که شما حاضرید غیر از این که در این برنامه هستین که این کمک داره میکنه به حال خوب بیننده های ما خندوانه ای ها و کاری که خودتون داری میکنین که قطعا خدمت کردن به مردم و اونم نتیجهش میشه حال خوب، بله، حاضرین یک کاری دیگه بکنین که اینجا قولشو به ما بدین؟ بله بگی. همینجا قول میدم که تمام خانومایی که اینجا تشریف دارن و آقایون اگر مایل باشن و خانومه های این آقایون تشریف بیارن، من یک کارگاه آموزشی برای تشخیص و پیشگیری از سرطان سینه براشون میذارم، چون به شدت اطلاعات مردم توی این قضیه کم هست و مطمئنم خیلی به دردشون میخوره. یه چیزی حدود 2 ساعت هم بیشتر طول نمیکشه. تقریبا 50-60 بارم من تا در این کارگاه های آموزشی رو جاهای مختلف برگزار کردم و فکر میکنم که خیلی خیلی میتونن ازش استفاده بکنن. چقدر عالی، چقدر عالی. پس همه موافقن؟ خانم دکتر عالی. خانم دکتر یک کارگاه آموزشی میذارن، خانم ها به علاوه همسران آقایونی که اینجا اگر الان اینجا نیستن یا خواهرشون و اینها میتونن تشریف برن تو اون کارگاه آموزش ببینن و پیشگیری بکنن. بله، از آسیبایی که بعدا ممکنه خدای نکرده دوچارش بشن. اگه اجازه بدید، حالا درسته که این برنامه همش خنده است، ولی خب، اگه اجازه بدید یه چند دقیقه من یه چیز آموزشی کوتاه، حتما این کارو بکنید، هر چی به حال خوب ما کمک بکنه عالیه. بفرمایید. دقیقاً. ببینید، با توجه به اینکه از هر 7 یا هر 8 خانم یک نفر در عمرش مبتلا به سرطان سینه میشه، خیلی خیلی زیاده و در کشور ما هم به دلیل جوان‌تر بودن جامعه و حالا یه بحث مسائل ژنتیکی و جغرافیایی و بقیه مسائل، یه چیزی حدود 5-10 سال هم سن سرطان پایین تره نسبت به کشورهای غربی. یعنی ما مریضای حتی زیر 30 سال هم متاسفانه زیاد میبینیم. توصیه که میخوام بکنم، حالا تو اون کارگاه حتما آموزش بیشتری هم خدمتشون میدم، این هستش که اگر هر مشکلی داخل سینه پیدا کردن سرسری ازش رد نشن، حالا چه ترشح بود از نوک سینه، چه احساس توده بود، چه احساس درد بود، ازش سرسری رد نشن و حتما به جراح مراجعه بکنن و حتما پیگیری بکنن. ربطی هم به این که فرد مجرده یا متأهله یا مثلا سنش زیر 30 سال کمه، هیچ سابقه در خانواده وجود نداشته، هیچ ربطی به این قضایا نداره. حتما مراجعه بکنن و بدونن که پیشگیری خیلی آسان‌تر و کم هزینه تر هست تا وقتی بخوان درمان رو انجام بدن. اگه یه خانومی خودش متوجه تودش بشه، تومور سرطانیش بشه و به ما مراجعه کنه، یه چیزی حداقل 5-6 سال از شروع بیماریش گذشته و خب نتایجی رو که فرد میخواد از درمان بگیره هم سخت‌تر به دست میاد، هم شاید خیلی اپتیموم نباشه، 100% نباشه و بعدم اینکه خیلی گرون‌تر در میاد. مریض حتما شیمی درمانی میخواد، مریض حتما رادیوتراپی یا زیر برق گذاشتن رو میخواد که خیلی هزینه های بالایی داره. بعضی از داروهای شیمی درمانی مثلا یا آمپول هرسپتین، هر کدومش دونه 4 خورده‌ای هست، 4 میلیون خورده‌ای، و حساب بکنید اگه یه بیماری بخواد 20-30 تا از این آمپول بزنه چه هزینه بالایی براش رقم میخوره. در حالی که اگه فرد تحت نظر باشه، 6 ماه یک بار به جراح مراجعه بکنه، به موقع بره ماموگرافی و سونوگرافی انجام بده، در سال شاید جمعاً 50,000 تومان هزینه نکنه، نهایت 100,000 تومان، و این خیلی متفاوته از اینکه بخواد 120 میلیون هزینه بکنه و نتیجه‌ام نگیره. اینم یه چیز کوچولویی است. خیلی متشکرم، خیلی لطف کردین. ماها آقایون نباید نگران این بیماری باشیم؟ خیلی خوب سوال کردین. می‌خواستم در ادامه بگم آقایون هم میتونن سرطان پستان بگیرن و حتما باید پیگیر باشن، به خصوص افرادی که به هر دلیلی، حالا نترسین الان شما چیزی نداشتین. خبری نبود. یه چیزی حدود 1-4% این سرطان مربوط به آقایون هست. 96-7% مربوط به خانوماست. 1-4% مربوط به آقایون هست. به خصوص در مردانی که به هر دلیلی سینه‌شون بزرگ شده. حالا یا مصرف داروهای بدنسازی، دوپینگ به اصطلاح. اون نشون بدین. اونجا آقای تافته. آها اون نشون داد. بعد به حضور شما عرض کنم افرادی که مصرف بعضی از داروها رو داشته باشن، بعضی از بیماری‌های ژنتیک و بیماری‌های هورمونی و همینطور
اعتیاد به مواد مخدر از جمله حشیش، ماریجوانا و کوکائین، اینا باعث تغییرات تبدیل شدن به استروژن میشه، یعنی هورمون مردانه تبدیل به هورمون زنانه میشه و باعث بزرگ شدن بافت سینه‌شون میشه و این افراد مستعدترن برای ایجاد سرطان در سینه‌شون. و حتما اگر یه آقایی هم یه توده‌ای در سینه‌اش احساس کرد، فکر نکنه که این مشکل فقط مربوط به خانم هاست، حتما به جراح مراجعه کنه. من خودم چندین بار تا حالا بیمار داشتم در سنین مختلف، ولی در آقایون سنش بیشتر بالاتر هست و خب بایستی که حتما پیگیر بشن و اگر که واقعا یه همچین مشکلی بود نیاز به جراحی داره و همون درمانایی که در رابطه با خانم ها انجام میشه در مورد آقایون هم انجام میشه. خانم دکتر، حالا که شما اینجا تشریف دارین، الان هم بحث جدی تخصصی بیماری اینا شد، لطفاً به ما خیلی دقیق، واضح و کوبنده، یعنی شب این رد و برق بخوره وسط فرقمون، بگید که استرس، قصه خوردن، فکر و خیال کردن، اینا چه بلایی سر ما در بدنمون و سلامتیمون میاره؟ سوال خیلی خیلی عالی کردین و برعکس وقتی شاداب بشه. بله، ببینید در واقع هر چقدر که لبخند رو لباتون داشته باشین، استرس کمتر باشه، نمیگم سختی وجود نداره، هممون در سختی هستیم. شغل ما، مثلا خود من شغلم هم خیلی کار زیاد توش داره و هم خیلی سخته و طولانی مدت سر عمل هست، ولی هر چقدر که آدم بتونه واکنش های استرس‌زا رو از خودش دور بکنه، بخنده، شاد باشه و سعی کنه که به فکرها رو هی بر خودش نشخوار نکنه و هی دوباره بازگو بکنه، این موارد رو هر چقدر که انجام بده، چه بیماری های خوشخیم و چه سرطان ها از آدم دور میشن. دلیلش هم این هست که در شرایط استرس سیستم دفاعی بدن کاهش پیدا میکنه و وقتی که سیستم دفاعی کاهش پیدا کرد، از سرماخوردگی بگیرید تا زونا بگیرید تا انواع بیماری های بدخیم و سرطانی، شما اگه دقت کرده باشین یه خانم یا یه آقای مسن بعد از یه عمل جراحی سنگین که دفاع بدنش کاهش پیدا کرده، یه چند روز خوب غذا نخورده، یهو زونا در میاره. ویروسی هست که در واقع فرصت طلبه، توی قسمتی از مسیر سلول‌های عصبی بدن به صورت نهفته قرار گرفته اگر در کوچیکی آبل مرغون گرفته باشه و بعد در یک استرس یهو میزنه بیرون و خودشو نشون میده با درد بسیار شدید. چون سیستم دفاعی بدن دقیقاً میاد، چون سیستم دفاعی اومده پایین. به همین طور در استرس‌های مداوم، در افرادی که خیلی همش تو ناراحتی تو استرسن، به خودشون اجازه نمیدن که شاد باشن، معمولا عبوسن، نمیخندن، اینا به مرور رو هم جمع میشه و میگم با تغییراتی که به علت نقص دفاع بدن به وجود میاد، یه جایی یه جهش توی یه سری از سلول ها به وجود میاد، حالا یا در سینه یا در دستگاه گوارش یا مغز یا هر جای بدن ممکنه که بیماری های بدخیم هم به وجود بیاد. جالب اینجاست که تو حیطه کار خودم در بیماری های سینه، حتی افرادی که پر استرس هستن دردهای شدید تو سینه هاشون احساس میشه و ما اصلا یکی از برگه های آموزشی که به مریضامون میدیم، یکی از فاکتورهایی که توش تاکید میکنیم عدم استراب و استرس و عصبانیت هست که این باعث میشه که فرد درد سینه‌اش اصلا بدون درمان دارویی برطرف بشه و این خیلی جالبه برای خود من و بیمارایی که عمل میکنن به اون موارد. حالا یه سری مسائل تغذیه‌ای هست، استرس هست، حالا دارو هم ما در کنارش میدیم، واقعا خیلی هاشون میان میگن اصلا بعد از اینکه اینا رعایت کردیم همه چی خوب شده، دردمون از بین رفته. چقدر عالی. و این خب خیلی تاثیرگذار. چقدر عالی. من میگم این خودمون رو و خانم دکتر رو به خاطر اینکه قول بدیم مراقبت کنیم از خودمون و در اصل خودمون و دیگران تشریف کنیم. ما هر کاری از همون بر بیاد میکنیم. ما در خندوانه اصرار زیاد داریم برای اینکه همش یادآوری کنیم بخند بخند. بله. بخند، نه اخ نکن، بخند، ول کن، بی خیال بابا، الان آروم باش. بله. آره. و این کمک میشه به اینکه مریض ها بهتر باشن. بله. آدم ها کمتر مریض بشن، مداواها بهتر. بله. بشه. دقیقاً همین. چقدر عالی. یه سری سوال ازتون، یعنی سوال نیست، یه سری جمله خدمتتون عرض میکنم، شما لطف بفرمایید کاملش کنید. بفرمایید خندوانه را ببینید چون روحیتون شاد میشه. خندوانه برای اوقاتی که ناراحتین خیلی خوبه، تأثیر گذاره. خندوانه شروع شادیست. خندوانه برای خانواده ها و جمعشان. خندوانه فقط مخصوصه همه است، فقط نداره. همه برای خندوانه و خندوانه برای همه. آه، متشکرم.
یکی برای همه، همه برای یکی. آره. بچگیتون شیطنت میکردی؟ شدید. ملیکا شیطنت میکنی؟ راست میگی؟ آه ملیکا دیگه نمیشه باید حرف نزنم، خواهش میکنم. پس دوربین به طرف ملیکا خانوم و میکروفون به سمت ایشون. سلام ملیکا خانوم. سلام. حالتون چطوره؟ خوبم. خدا رو شکر. بفرمایید که شما شیطنت میکنید؟ بله. چه عالی. و چه کاری میکنید؟ مثلا میریم تو حیاط با بچه‌ها دم گربه. میریم تو حیاط با بچه‌ها چی؟ دم گربه رو میکشیم باشه. نه بابا. چرا دم گربه رو میکشیم؟ ولی آسیب بهش نمیزنیم که. مثلا بغلش میکنیم، بازی میکنیم. آفرین. بعد یه کاره میکنید مامانت بگه که ملیکا. آره؟ هیچ وقت دلت خواسته بری تو اتاق عمل؟ اومده بعدم نمیاد، یه بارم رفتم. اه چجوری بوده؟ معمولی بود. دیگه دختر شما باشه اصلا براش هیجانی براش نداشت. آره عادیه براش. البته اینجا تو پرانتز بگم یه بار یه آقایی از یکی از این جراید اومده بودن که راجب اینکه یه خانم جراح باشه و اینا صحبت میکردن و میخواستن عکس سر عمل بگیرن، بهش گفتم که این مریض آقاست، ما روشو میپوشونیم، بعد بیا برای عمل یه چند تا عکس بگیر. بعد یه لحظه دیدم نیست این آقا، گفتم پس چی شد این آقا؟ گفتن قش کرد بردنش بیرون. ای بای. برده بودن پاهاشو بالا گذاشته بودن از آب قند و این چیزا، فشارش افتاده بود. آره دیده بود حالش بد شده. چرا بعضی این ابعاد از شما میپرسم؟ اول ملیکا خانم اومد، ولی ملیکا اومد اتاق من خیلی راحت. من داشتم یه توده ای رو از دست یه دختر بچه در میوردم توی یکی از سفرهای مدد. شنیدین سفرهای مدد رو؟ شما یه توضیحات بهم دادین بیشتر. خدمتتون عرض کنم که مدد مخفف مجمع داوطلبان درمانگر هست که ما 20 نفر هستیم که به طور داوطلبانه و رایگان ماهی یه بار یا دو ماه یه بار تیم میشیم و میریم مناطق محروم برای جراحی، ویزیت و چیزهای مختلف، همه به صورت رایگان. البته خودمونم از نظام پزشکی از هر جای دیگه نه حق ماموریت میگیریم نه پولی میگیریم، یعنی همه چی رایگان. کاملا خودتون. بله. بعد توی یکی از سفرها من برای اینکه ملیکا خانومم عادت بکنه و ببینه که در شرایط محرومم بقیه چجوری زندگی میکنن و نحوه زندگی ها به چه صورت هست، سختی ها رو ببینه، یکی دو تا از سفرها رو بردمش که ببینه که تو چادرم میتونه آدم زندگی کنه، در شرایط آفتاب یا در شرایط خیلی سردم آدم میتونه زندگی کنه و خیلی هم سخت هست و همه چی هم همه جا نیست در دسترسش، غذای خوب یا لباس خوب یا پوشش خوب اینام نیست. بعد اتفاقا اومد برده بودمش جلوی در اتاق عمل که تنها نباشه، یه دختر خانومی یه توده رو بازوش داشت، می‌خواستیم براش عمل بکنیم، خیلی می‌ترسیدی، دختر بچه 4-5 ساله بود، هی گریه می‌کرد. ملیکا اومد و شروع کرد باش حرف زدن و با شعر خوندن و فلان و اینا، اصلا دیگه دختره یادش رفت ترس، ما عملش کردیم اومدیم بیرون بدون اینکه خودش هم اصلا هیچ مثلا بدش بیاد یا بترسه یا مثلا حسی بهش دست بده. آفرین، بده افتخار می‌کنیم. دمت گرم. خب بگو که مامان همینجوری که میبینیم همیشه خوش اخلاق و؟ بله همیشه. ولی بعضی وقت هم جدی و؟ آره. آره. غذایی که خیلی خوب درست میکنه چیه؟ همه غذاشون خوبه. تو کدومو خیلی دوست داری؟ ماکارونی. چرا بچه همه شون ماکارونی دوست داره؟ این چه ماجرایی من نمیفهمم. متشکرم. چرا بعضی از خوبی ترسن؟ شوک بازوواگال اسمش هست. شوک بازوواگال یا شوک نوروژنیک یا شوک عصبی. آها. که فرد یه دفعه تمام عروق محیطیش گشاد میشه و در واقع به دلیل اینکه حجم خونی که باید در مسیر جریان خون باشه و از راه قلب به جاهای حساس مخصوصا مغز برسه، تو عروق محیطی همه خونا پخش میشه و خون به مغز نمیرسه. ایوا. فرد احساس میکنه که تو سرش یهو خالی میشه و یه سرگیجه پیدا میکنه و یهو میفته، دیگه اصلا نمیفهمه کجا هست. و این شوک عصبی معمولا با صحنه های ترسناک یا با دیدن خون یا بر اساس اینکه فرد از چه چیزی خیلی واکنش عصبی بهش دست میده ممکنه اتفاق بیفته، یا با یه واکنش خیلی دردناک، مثلا افرادی که یکی از استخوان‌های بدنشون به هر دلیلی میشکنه، گاهی اوقات بدون اینکه اصلا آسیب جدی داخل شکم یا جاهایی که خونریزی شدید ممکنه اتفاق بیفته نداشته باشن، ولی از شدت درد اون ممکنه که دچار شوک بشن و بیهوش بشن. این در واقع اون هست. و واقعا اون آقایی هم که با دیدن اینکه ما داریم شکم مریض رو باز میکنیم یهو قش کرد، دقیقا همین شوک نوروژنیک یا شوک در واقع عصبی وازوواگالی هست. خیلی ممنونم سرکار خانم.
و این قولی که دادیم پس عملی میکنیم با هم دیگه. بسیار عالی، خیلی متشکرم. هر موقع شما هر نکته‌ای لازم بود اصولا در طول مسیری که ما فعلا خندوانه رو در حال تولید و من خیلی از شما واقعا تشکر میکنم، چون اکثر اوقات یا از مطب اومدم یا از اتاق عمل اومدم و خب خستگی تو بدن آدم هست. تو اون تایمی که داره خندوانه پخش میشه، من و ملیکا و همسرم میشینیم و تماشا میکنیم و خیلی وقت قهقه خنده میره هوا و خب این باعث میشه که خستگیامون خیلی خوب در بره و اصلا روحیه آدم تجدید میشه. یعنی واقعا من فکر میکنم که سعی کنید ان شاءالله این برنامه رو ادامه بدید و مردم ما رو که واقعا احتیاج هست و نیاز هست که مردم شادی باشن همیشه شاد نگه دارید. انشالله سعی میکنیم تموم نشیم، ادامه بدیم. با کمال احترام و سپاس به شما تقدیم میکنم و لطف کنید یه جای بذارید که ببینید تو مطب میذارم جلو. به به، چقدر ممنونم که یادم باشه بازم به مریضا بخندم. چقدر عالی، چقدر خوب. و اینکه ستاره 780 مربع حامی ماست که این هدیه رو داده که من باید تقدیمتون کنم. متشکرم ازتون. دست شما درد. حسین آقا لبخند خوبی میفرمایید که کجایی الان، چه خبره؟ اینجا خیابان ولیعصر و در مترو تهران است. چه خبره اینجا؟ چه شلوغه؟ در معاونت فرهنگی اجتماعی مترو در راستای این که نشون بدیم به مردم که مترو تهران یه سازه اجتماعی هست. این بازرسه رو ترتیب دادیم که مؤسسات مختلف خیریه اینجا حضور داره. ما اینجا میخوام به مردم ثابت کنیم که مردمی که معلول هستن، آسیب‌های اجتماعی دارن، میتونن تولید بکنن، تولیدشون رو بفروشن و مردم ازشون خرید کنن. شما خودتون در مترو فعال یا در این بازار چه؟ هم معاون فرهنگی مترو هستم. آه، معاون فرهنگی. خیلی عالی، خیلی عالی. این یه کار فرهنگیه برای مترو، ها؟ بله، کار فرهنگی فقط بحث بنر و پوستر و اینها نیست. ما در مناسبت‌های مختلف ملی و مذهبی برای مردمی که از مترو حدود 2.5 میلیون نفر استفاده می‌کنن برنامه‌های مختلفی داریم. یکیشم همینه. خب حالا راه اندازی این بازارچه و اینا به چه دردی می‌خوره؟ خب ببینید، امید رو ما می‌خوایم در این بازارچه خیریه به مردم نشون بدیم. امید یعنی چی؟ یعنی اینکه یه فرد معلول میاد با توانمندی خودش چیزی رو تولید میکنه، مردم میان اون رو میخرن، این چرخه انقدر میچرخه که این بازارچه‌های خیریه بتونه خیلی خوب و خوب و خوب بدرخشه. و تو این شتاب و عجله و اینا فرصت کار فرهنگی هست؟ اصلا کلا مترو در جهان و در ایران اصلا تعریفش اینه که بهترین و نمونه ترین کارهای فاخر رو در مترو به نمایش میذارن. مثلا تئاتر بازی میکنن، اثرات هنری رو به نمایش میذارن. این خیلی کار مهمیه. خب دوستان، آرامش رو در این تند بازار مترو به مردم برگردونید. این آرامش یعنی آرامش فکری، آرامش خیال، لبخند زدن، مهربون بودن. اینها رو همه رو داریم تو مترو با مردم تمرین میکنیم. شما خودتون هم مترو استفاده میکنید؟ من هفته یکی دو بار امتحان میکنم که اگه وقت گیر شما افتادی بتونید خوب جواب بدید. خیلی ممنون، لطف کردید. Oh, 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 oh
دیگه رسیدیم به بخش کمدیانمون، موسیقی کمدیان. حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ عالی. مشتاق دیدار. الکی همینجوری. چه خبر؟ من داشتم میومدم گفتم اینجا بیام براتون چی تعریف کنم، چون که روایتگر خوبی هم نیستم. یه چیزی که این چند وقته خیلی دارم بهش فکر میکنم، پیش داوری و پیش قضاوت. آشنا هستین؟ نه. چیه؟ یه نفر بگه. نه واقعا همجا علکی. بله بله جان، بله. یه داستانی بود بچگی، فکر کنم هممون شنیدیم، خیلی بامزه بود راجع به این قضیه. یه بابا بزرگی با صدام داره زیادی پخش میشه نه؟ عادیه؟ ما داره. یه ویزم میکنه اون. نه ما داره اکو نداره؟ نه هلیستاده هلیکوپتر در بیارن؟ در بیار تک 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 بیشه. شبیه رنو پنجی بود که اگزوزش پاره شد. بابا بزرگی داشت با نوش از روستا میومد شهر با یه الاغی. این دوتا پیاده همجوری میومدن، این الاغه هم میومده. اولین نفری که میرسه میگه چرا الاغه خالی داره میاد؟ خب یکیتون سوارشه. بابا بزرگی هم یه فکر میکنه، مثلا میگه نوه عزیزم تو برو بالا. نوه 7-8 سالش. اون میره بالا، ادامه میدن. نفر بعدی میرسه میگه بچه تو رفتی بالا، بابا بزرگت به این پیری باید پیاده بیاد. شنیدی اینو؟ بس برای چی دارم تعریف میکنم؟ خلاصه هر کی میرسه یه نظری میده. اینا دیگه دوتایی سوار میشن میگن خره گناه داره، نمیدونم دوتایی خالی میان اونجوری، اون سوار میشه گیر میدن، اون میاد. حکایت ماست. من یه موقعی که دختر کوچیکم به دنیا اومد یه صندلی ماشین براش خریدم، گذاشتم رو صندلی عقب. بعد دیدم که پشت ماشین تو خیابون میدیدم که زده بیبی آن بورد، بیبی آن بورد. رفتم دیدم بورد منظور مثلا همون ماشین وسیله نقلیه و ایناست. گفتم خب انگلیسی خیلی متوجه نمیشم، مثل من زبانشون خوب نیست، برم اینو فارسی سفارش بدم، فارسی بزنم. رفتم یکی از این مغازه‌هایی که از این کارا میکنن که چاپ میکنن با کامپیوتر اینا، همین چاپی معمولی که روزنامه و اینا هست. گفتم بنویسه بچه در ماشین است، گفتم مثلا زرد باشه، مربع اینجوری نوشته بشه، مثلا علامت احتیاط از اونها هم تقلید کردم. این گذشت، اولین بار داشتم میرفتم دیدم یه ماشین با سرعت از بغلم رد شد تو اتوبان همت، ترمز کرد، من رسیدم به زیر بچه کو یه خورده افسردگی گرفتم. دیدم چند وقت بعد یه موتوری اومد گفت بچه در ماشین است نقطه سر خط. گفتم میگه همون انگلیسی رو می نوشتیم بهتر بود. بعضی هم که همه اینا هم در حال حرکت اتفاق می افتاد، میپرسن آقا یعنی چی؟ گفتم والا دیگه نمیدونم چی یعنی چی، چیه دیگه، فارسی نوشتم دیگه، چی بنویسم؟ بعد بعضی هم فکر میکردم بچه باید همیشه باشه. نه بابا، خب بعضی موقع هم از بچه نیست، خودم تنهایی دارم رانندگی میکنم. ولی خب باستاب خوبم داشتم، بعضی گفتن آفرین فارسی رو پاس داشتی و فلان از این حرفا. تموم شد. من یه خاطر تصادف هم دارم با مهران غفوری. بگو. من خیلی ادعا میشد که آن غرورم خیلی بده دیگه، میدونین که داشتیم با مهران تو شمال میرفتیم، ویلای مهران اینا هم توی یک روستایی واقع شده بود. رفتیم رستوران شام خوریم دوتایی، من یه فولکس قورباغه‌ای داشتم. یادم. خیلی هم تند میرفتم و اینم چیزش هندلینگ فارسیش چی میشه؟ اونش خوب بود و لاستیکا پن، رینگ پن، مثلا با سرعت 90 تا هم یه پیچ شدید رو میپیچیدی مشکلی. فقط دو بار باش بعد آموزی داره، چرخیده بودم ولی چپ نکرده بودم خدا شکر. اصلا هنر میخواد شما فولکس قورباغه‌ای رو چپ بکنی، اگه تونستین؟ نمیتونی. مهران گفت یواش برو بیژن، داری تو میره. گفتم نه خیال راحت بشه، موقع هم شعور کمربند نداشتیم، هیچکی نمیبست یعنی. هی گفت یواش برو یواش برو، منم که بدتر لچ کردم. گفتم خیال کردید؟ سر یه پیچ پیچیدم دیدم یه گاوه اینجوری خیلی ریلکس، خیلی ریلکس، ساعت مثلا 12 شب نشسته بود. فولکس قورباغه همون جوری که چپ نمیشه خیلی معروفه، ترمزش هم خیلی معروفه، مثل آریاهای سابق نمیگیره یا میگیره؟ نمیگیره اصلا.
یعنی پام رفت از این جلوی ماشین رفت توی قسمت جلو که موتورم نداره رفت و وای نشد. فقط گفتم به گاوه نزنم بکشم کنار، دو طرفم دیوار بود دیگه، روستا بود، جاده هم که فقط یه ماشین جاده میشد. گاوه که تا آخرین لحظه هیچ تکونی نخورد، بدون اغراق میگم، ترمز مثلا نمیدونم واقعا 30 متر 40 متر ماشین کشید، یه تیره برق نامرد اونجا بود، ماشین اینجوری، گاو اینجا، تیره برق اینجا، ماشین خورد به اینجا. البته بعضی از این ماشینای حال حاضر که اسمشون نمیبرم اگه بود جفتمون مرده بودیم، باز اون ماشین قدیمی هیچی، ماشین گلگیر به لاستیک، لاستیک پنچر گلگیر له و لورده. مهران گفت چیزی نشده؟ گفتم نه. تو چطور؟ مهران دیدم صورت یه ور خون همینجوری. بعد اینقدر صدای ترمز شدید بود، باباش که مثلا 200 متر اونورتر بود، پدر مرحومشون خدا بیامرزتشون، شنیدن دویدن اومدن با پیژام، نه با کچلوار دویدن اومدن و هیچی دیگه. مهران رو بردیم بیمارستان چالوس، فکر کنم 6 تا 7 تا بخیه خورد دیگه، 6 ماشین هم شکست. پانتومیمو بده، حاکت های پانتومیمو بده. خب یک دقیقه بیشتر وقت نداریم، من انجام میدم. انتخاب کن یارت که میکروفون بیا، به خاطر اینکه حق هیچ کدوممون، یعنی بین من و بیژن هیچ کدومون حقمون ضایع نشه، بذاریم فقط یارش بگه. سه کلم است که. خب باشه دیگه، گفتی همه رو دیگه نه؟ یک اولش اینجوری میکنم، یک دو سه. سه کلم است، یک چهار. برج دومیش برج میلاد، دومیش کنار، سومی برج میلاد لرزان. برج میلاد لرزان. ولی ایشون گفتم نه دیگه. حالا بچه ها کی خیلی این کار است؟ میکروفون بده. چی شده بوده؟ اسم چیه؟ علیرضا نوری. علیرضا نوری آماده باش. بعد ببین چی هم به سرم شد. سخت خیلی. یک دو سه. شنا. دریا. تویو. باز. شفا بازه بگم. پستا. جزیره. آها جزیره چند حرفه؟ چند کلمه هست؟ ببخشید چند، دو کلمه. جزیره شاد، خوشحال. هندیا. خندا. هندوستان. هند. هندرابی. جزیره. مرسی. جزیره هندرابی. واقعا هندورابی رو هم نشون دادن این سخت و هم گفتنش. حالش بد شد. زمان گرفتیم؟ زمان گرفتیم؟ یک دو سه. دو کلمه است. یکیش اول. اردک. اردک. لک لک. دومی که اجالتی مؤدب. مرسی آقا. نگیم. یک دو سه. پتو. خب پتو اولیشه. استارت ماشین. بخار آب. بخار پتو. بخار. بخار آب. خب قضا. بخار پز. خب بگو بخار پز. پتوی بخار پز اگه داری
تطویه بخارپز داریم بگیم سبزیجات بخارپز مثلا پتو سرخ کرده داریم پتو بخارپز داریم پتو کبابی آماده ای؟ بچه نگین جان من بذار ببرم مردی یک دو سه انتخاب معرفی خودم نمیدونم چجوری نشون بدم چجوری میخواد بگیم گزینش خیلی سخت من باختم آره؟ با حالا من باید بگم استعدادیابی اینو فکر کنم وسط برنامه گذاشتم ببین با خودکارم نوشته شده آقای جوان یه اشاره کرد و واقعا استعدادیابی رو چجوری میشه نشون داد کسی میتونه من اگر اینو بگم خود شما میتونی استعدادیابی رو نه من اگر اینو ما اگر اینو بگیم بردیم عمرن نمیتونم کلم باد کرد قواس قورباغه قواس گلاپوچ قورباغه موتور سوار گل یا پوچ دیگه گل پوچ اردک قواس خب بریم مشت اردک پوچ خالی توهی تو خالی خالی بله خالی بندی قواس خالی بند قواس خالی بند لطفاً به احترام مردم عزیز ایران بلند شید خب خیلی دوستتون داریم براتون آرزو میکنیم که سالم و سرحال و خندون و درجه یک باشید و در کنار خانوادتون و پرروزی و کیف کنید انشالله شما حقی ندید؟ منم همین اگه جوان گفتن و از صمیم قلب براتون آرزو می‌کنم ترس خدا نگهدارتون باشه و پایگاه اطلاع رسانی راسخون